شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در سال 1388 هجری خورشیدی از تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی تغییر شخصیت حقوقی داد که هدف اصلی آن تأمین مثمر و پایدار آب آشامیدنی صحی و نیز فراهم نمودن خدمات فاضلاب برای ساحات شهری و نیمه شهری در کشور می باشد. این اداره در 19 ولایت حضور و ارائه خدمات داشته و به صورت مستقیم با استفاده از منابع زیرزمینی بیش از 220 هزار خانواده را تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار داده است. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از سال 1395 بدین سو خدمات و انکشاف متوازن را به منظور تهیه آب صحی آشامیدنی، بهبود خدمات آبرسانی و وضعیت مدیریتی شرکت انجام داده است. افزایش طول شبکات آبرسانی از 3748 کیلومتر به 4228 کیلومتر، افزایش فیصدی تحت پوشش خدمات آبرسانی از 27% به 36%، افزایش ساعات توزیع آب از 9 ساعت به 12 ساعت، تبدیل 54,000 مشترک عددی به میتری در زونهای آبرسانی، تدوین اولین پلان استراتژیک و تهیه طرزالعمل‌ها، مدیریت واحد امور مالی شرکت، تدوین رهنمود دیزاین پروژه‌های آبرسانی، تطبیق نمودن سیستم‌های سمس، فمس، کویک بوکس و حاضری الکترونیکی، مصرف 94% بودجه انکشافی در سال مالی 1397 و مصرف 95.84% الی اخیر سال 1398، جذب 42 میلیون دلار حمایت مالی یو اس اید برای مدت 5 سال جهت بهبود خدمات عملکرد فنی و تکنیکی شرکت، تکمیل و بهره برداری 15 پروژه آبرسانی در شهرهای کابل، چارکار، فراه، جوزجان، پل علم، گردیز، ایبک، هرات، مهترلام و ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب با هزینه مجموعی بیش از 1.5 میلیارد افغانی که 28 هزار خانواده عملاً از خدمات آن بهره‌مند شدند. 8 پروژه آبرسانی در شهرهای کابل، فراه، پل علم، میمنه، خوست، مزار شریف، شبرغان و کندهار تحت کار می باشند که 7 پروژه آن با هزینه مجموعی بیش از 2.1 میلیارد افغانی از بودجه انکشافی دولت افغانستان و 1 پروژه آن با هزینه 55 میلیون یورو توسط بانک انکشافی آلمان، اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا و اداره انکشافی فرانسه حمایت مالی می گردد. پس از تطبیق پروژه های یاد شده، 66 هزار خانواده از خدمات آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند شد. 19 پروژه برای شهرهای جلال‌آباد، نیلی، قلات، شرن، پل خمری، کابل، بامیان، فیروزکو، لشکرگاه، اسپین بولدک، غزنی، اسدآباد، ترینکوت، میدانشهر، کاپیسا و کندوز تحت دیزاین می باشند. 4 پروژه برای شهرهای بازارک، پارون، سرپل و ولسوالی یاقچه ولایت جوزجان تحت سروی قرار دارند. بدیل مناسب و پایدار برای آبهای زیرزمینی روی آوردن به آبهای سطحی می باشد. از این رو کار سروی پروژه آبرسانی بند شاه و عروس تکمیل گردید. مقدار آبی که از بند متذکره به آبرسانی اختصاص یافته 5 میلیون متر مکعب می باشد که به اساس سروی های انجام شده آب مورد نیاز 24 هزار خانواده را در ساحه ناحیه 17 شهر کابل تحت پوشش قرار خواهد داد. پروژه بند دهلی کندهار نیز با هزینه 232 میلیون دلار به حمایت مالی بانک جهانی در مرحله مطالعات تکنیکی، محیط زیستی و اجتماعی می باشد که پس از طی مراحل و تطبیق شدن آن تمام شهر کندهار از خدمات آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند شد. همچنان قرار است آب از دریای پنجشیر به شهر کابل انتقال و جهت تأمین آب مورد نیاز اکثر نواحی شهر کابل به دسترس شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان قرار داده شود. و منظور حفاظت از محیط زیست به ویژه جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی، ریاست امور فاضلاب در سال 1395 در چوکات ریاست عمومی شرکت ایجاد گردید که پس از تأسیس و استخدام کادرهای مسلکی فعالیت‌های زیل را انجام داده است. ترتیب گراف آلودگی فاضلاب 5 شهر بزرگ کشور، دیزاین سیستم غیر متمرکز فاضلاب 50 ارگان دولتی که از جمله اسناد تکنیکی 20 ارگان تسلیم داده شده و تحت کار قرار دارند، 110 ارگان دولتی، پوهنتون کابل و 10 اداره همجوار آن سروی گردیده است. سیستم غیر متمرکز فاضلاب برای 700 ارگان دولتی در مرکز و ولایت ها تحت سروی و دیزاین می باشد. مطالعات، سروی و دیزاین پروژه های تصفیه خانه فاضلاب برای تانکرها یا FSTP و
به حمایت مالی حکومت افغانستان به صورت نمونوی در یکی از ساحات شهر کابل به هدف جلوگیری از تخلیه تانکرها در اطراف شهر ساخته می شود که پس از تکمیل این پروژه در 3 نقطه دیگر شهر کابل و در 5 شهر بزرگ کشور نیز ساخته خواهد شد. بر علاوه ماسترپلان فاضلاب شهر کابل، کار روی ساخت ماسترپلان فاضلاب شهرهای بزرگ کشور جریان دارد. ماسترپلان شهر کابل با هزینه بیش از 3.5 میلیون دلار که 1 میلیون آن از سوی حکومت افغانستان و متبقی از سوی بانک انکشافی آلمان پرداخت می‌گردد، جدیداً عقد قرارداد گردیده و قرار است تا 14 ماه آینده تکمیل گردد. ماسترپلان فاضلاب شهر هرات از سوی جی‌آی زید و ماسترپلان فاضلاب شهرهای مزار شریف، کندهار، جلال‌آباد و کندوز به حمایت مالی USAID تحت کار می باشد. شرکت از بدو تأسیس تا سال 1395 وضعیت مالی خوبی نداشته که از سال 1396 بدین سو وضعیت مالی شرکت رو به رشد و بهبود می باشد. قابل یادآوری است که تمام امور انجینیری پروژه های آبرسانی و امور فاضلاب توسط خود شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان انجام شده است. در صورت تداوم حمایت ها، این اداره در نظر دارد تمام شهرهای کشور را تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار دهد.